با الهام گرفتن از انارهای یزد، من میخوام امروز طرز تهیه غذایی رو به شما نشون بدم که به یه روش غیر معمول از آب انار و رب انار توش استفاده میکنم. این غذا اسمش فسنجونه که از منطقه شمال ایران میاد و طرز تهیهش چندین مرحله داره، ولی وقتی یاد گرفتید و دیدید چقدر این غذا خوشمزه است، هی میخواید تکرارش کنید. اولین کاری که شما باید بکنید اینه که مقداری گردو رو چرخ کنید تا تقریباً به شکل شنه خیس در بیاد. همینطور به هم زدن ادامه بدید، چون ممکنه گردو بسوزه. عالی شد. باید یه همچین رنگی به خودش بگیره، تقریباً طلایی رنگ. خوبه. مثل آتش فشان شد. برای 20 تا 30 دقیقه بذارین روی حرارت کم تا آروم آروم بپزه. حالا میخوام گوشت مرغ رو تفت بدم. کمی روغن زیتون، البته نه خیلی زیاد چون گردو مقدار زیادی روغن پس میده. حالا گوشت مرغ رو اضافه میکنم. شما میتونید مرغ رو با استخونش استفاده کنید که طعم بیشتری هم به غذا میده، ولی با این روش مطمئنن سریعتر حاضر میشه. در منطقه شمال ایران این غذا با گوشت اردک درست میشه. همینطور همش میزنیم. نباید بذاریم خوب بپزه. در واقع باید گوشتمون نیم پز بشه و رنگش تقریبا طلایی رنگ بشه. حالا زردچوبه رو اضافه میکنم. ایرانی ها خیلی دوست دارن که توی غذاهای گوشتشون زردچوبه استفاده کنن، چون این بوی گوشت رو میگیره. بعض ده التهاب هم هست و همچنین به غذا طعم میده. احتمالاً تا الان گردو هم آماده شده. حالا میخوام مخلوط گردو رو بهش اضافه کنم. برش میدارم. واو، خوبه. رنگش الان زرد کمرنگه، ولی به محض اینکه رب انار و آب انار رو اضافه کنید تیره میشه. خب، حالا برای 30 تا 40 دقیقه دیگه هم روی حرارت کم بذارید تا کاملا بپزه. تا فسنجون آماده میشه، بذارین براتون راجع به لواشک بگم. لواشک میوه‌ایه که به صورت رول در اومده و از آلوی ترش درست میشه و یکی از خوراکی‌های سالم و مورد علاقه بچه‌های ایرانیه. لواشک‌ها ترش و شیرینن. معمولاً پوره میوه رو میگیرن و میجوشونن و در سینی‌های بزرگ خیلی نازک پخشش میکنن. به این صورت خشکشون میکنن و این چرم خوردنی خوشمزه رو دست میارن. من یه قاشق چوبی رو اینجا گذاشتم به خاطر اینکه این حرارت رو از خودش عبور میده و نمیذاره که گردو ته بگیره. الان میخوام رب انار رو اضافه کنم. او عالیه. و آب انار تازه. دوباره میگم سعی کنید آب انار تازه باشه، ولی اگه تازش در دسترس نیست، آب انار شیرین نشده ی آماده از فروشگاه ها بگیرید که البته بازم میگم ایرانیش بهتره. حالا کمی لواشک اضافه میکنم که خیلی غیر معموله و بعضی ها ممکنه پشت صفحه تلویزیون از تعجب نفسشون بند بیاد، ولی این خیلی به غذا طعم میده و این لواشک خاصی که من استفاده میکنم لواشک اناره. و حالا دوباره برای 30 تا 40 دقیقه بذارید روی حرارت تا بپزه. وقتی آماده شد باید کمی بچشین و ببینین که آیا اون طعم واقعی ترش و شیرین رو داره یا نه. الان کمی شکر قهوه‌ای به این اضافه میکنم تا کمی شیرین تر بشه. و اگه شما فکر میکنین فسنجونتون خیلی شیرین شده، میتونید بهش آب لیمو ترش اضافه کنید. همه اینا بستگی به نوع رب اناری داره که استفاده میکنید. بعضیاشون خیلی ترشن و بعضیاشون شیرینن. شما باید توازن بین ترش و شیرین رو پیدا کنید و بر اساس علاقتون طعمی رو که برای خانوادتون دوست دارید به وجود بیارید. حالا میخوام اینو با پلوی خوشتعم دودی امتحان کنم. این شبیه سس موله مکزیکیه. طعم انار، مرغ لطیف و لذیذ و برنج دودی یک تجربه فراموش نشدنیه.